به نام خداوند بخشنده مهربان، اهمیت سرمایه گذاری در زندگی ما. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: وقل اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. ای پیامبر، به متخلفانی از جهاد و توبکاران بگو به عمل بکوشید و آنچه را که از دست دادید جبران کنید، که الله و پیامبرش و مؤمنان کارهای شما را خواهند دید و به زودی به سوی الله دانای پنهان و آشکار بازگردانیده می شوید. سپس او در قیامت شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی برحق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود، رحمت، سلامتی و برکات خیش را بر او نازل فرما و همچنان بر آل و یاران و پیروان او تا به روز رستاخیز نیز رحمت نما. اما بعد، دین ما دین بزرگ و سرشار از خیر و شوق برای رسیدن به مصالح کشور و مردم است، همان گونه که مشتاق ساختن جهان و زندگی است. دین ما دین ساختن است و نه تخریب. دینی است که مصالح عمومی و خصوصی را متعادل می کند و همیشه مصالح عمومی را برتری می بخشد و منافع عمومی را بزرگ می پندارد. شکی نیست که مال ستون فقرات زندگی و پایه و اساس آن است و شریعت بر سرمایه گذاری و توسعه پول برای دستیابی و پیشرفت و ترقی ملت ها از طریق خودکفایی، استقلال اقتصادی و توسعه پایدار تاکید می کند. و هر کسی که در سیره پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تدبر کنند، در میابند که با آمدن او به مدینه منوره بازار را ایجاد کرد تا بازار جدید بر اساس اصول صداقت و امانت و برتری و در خرید و فروش و زمینه حیاتی برای بازار یابی آنچه که مردم شهر تولید می کند باشد، که تاثیر بسیار در ثبات و پیشرفت اقتصادی مدینه منوره داشت. سرمایه گذاری نقش مهمی در فعالسازی انرژی های انسانی، ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و تربیت کادر های حرفه‌ای دارد و این دروازه بزرگی از دروازه های امداد و رفع مشکلات است. چنانچه پیامبر گرامی ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: اگر شخص مشکل و تکلیف یک مؤمن را در این دنیا رفع کند، الله تعالی مشکل از مشکلات آخرت او را برطرف می کند، و اگر شخص عیب و پرده پوشی یک شخص را در دنیا کند، پس الله سبحانه وتعالی ستر و پرده پوشی او را در دنیا و آخرت می کند. و خداوند جل جلاله برای بنده خود همیشه کمک می کند، زمانی که بنده برای کمک و یاری برادر مسلمان خود بشتابد. و همچنان می فرماید: خداوند کسانی را دارد که برای منافع بندگانش انتخاب کرده است، آنها به آنچه انجام می دادن در آن تصدیق می شوند و اگر معنی می شدن آن را از آنها می گرفت و دیگری منتقل می کرد. سرمایه گذار ملی دارای ویژگی هایی است که باید بیان داده شود، از جمله اولویت دادن به منافع عمومی ملی بر منافع شخصی و کمک به ساختن ملت با حرکت در پرتو اولویت های آن اعم از کشاورزی و صنعتی و تامین نیازهای کشور از آنها حتی اگر سود کمتری داشته باشد، و با این روحیه میهن پرستانه به اجر عمل منفعه نزد خداوند متعال امیدوار است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، و کار نیکی انجام دهید باشد که رستگار شوید. و باز می فرماید: و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ولی آنچه به مردم سود می رساند بر زمین باقی می ماند. و از جمله تشویق به پژوهش های علمی در تمام زمینه های بشر دوستانه علمی و پزشکی و غیره، به ویژه با توجه به زمینه سرمایه گذاری و بدین، و بدین ترتیب نقش خود را در رشد فرد و جامعه و ایجاد شخصیت متمدن ایفا می کند. اسلام دین علم و اندیشه و فرهنگ است که به فکر انسان احترام میگذارد و به الله متعال علوم و کسب تجربات و معرف دینی و دنیوی توصیه می کند. چنانچه الله متعال می فرماید: اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: علما ورثه انبیا هستند. و در جای دیگر می فرماید: هر کسی راهی را طی کند که در آن علم باشد، خداوند راهی از راهای بهشت را برای او
باز می کند. اما سرمایه گذاری جدی شامل همه انواع سرمایه گذاری عام از بزرگ متوسط کوچک است که هر کس بنا به موقعیت تحصیل و نیاز جامعه سرمایه گذاری می کند. همچنین سرمایه گذاری جدی فقط در حد پول متوقف نمی شود، بلکه به سرمایه گذاری روی انرژی ها، ذهن ها و استعدادهای انسانی نیز می رسد. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. سرمایه گذار ملی با کمک به حل مشکلات پیش روی جامعه نقش اجتماعی در قبال کشور خود دارد. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ثروتمندان صحابه رضی الله عنهم را برای تحقق این نقش اجتماعی تشویق میکرد و صحابه رضی الله عنهم در این زمینه به رقابت پرداختند. پس حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه چاه روم را خرید و برای مسلمانان واگذار کرد و لشکر بزرگی را برای دفاع از دین و وطن آماده ساخت. این که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به او فرمود عثمان به آنچه بعد از امروز کرد ضرری نکرد. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. در جای دیگر می فرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل اجر و ثواب کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق میکند همان دانه است که خوشه میره که در هر خوشه 100 دانه است و الله برای هر کس بخواهد پاداش او را چند برابر میکند و الله گشایشگر و دانا هست. علاوه بر این که اگر سرمایه گذار قصد بندگی خداوند متعال و خدمت به کشور خود را داشته باشد او در شکاف بزرگ دین و وطن قرار خواهد گرفت که در آن به آنچه میهن نیاز دارد عمل میکند و اگر اتحادیه های سرمایه گذاران در این امر همکاری کنند به طور جمعی نیازها و کفایت وطن خود را در زمینه های مختلف برآورده میسازند و این امری است که ثواب آن نزد خداوند متعال است. در خاتمه تاکید میکنیم که پول حلال نعمت است و سود اندکی که از مال حلال با تلاش و عرق و خستگی به دست می آید خداوند در آن را برکت می اندازد و در دنیا خیر و برکت و در روز قیامت برای صاحبش رحمت خواهد بود. در اینجا بر اهمیت رعایت کنترل های قانونی شرعی و نهادی تاکید میکنیم و نسبت به گرفتار شدن در داد کلا بردارانی که مردم را در استفاده از پولهای خود با عواید غیر منطقی و خارج از چارچوب قانونی فریب میدهند هشدار میدهیم که این امر تهدید جدی برای اقتصاد و در عین حال امنیت اجتماعی است. خدایا کشور عزیز من مصر و همه کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.